امروز سوم دسامبر برابر است با روز جهانی افراد دارای معلولیت. وزارت شهیدان و معلولان میگوید در بررسی که از سوی این وزارت انجام شده، بیش از 500 هزار تن در افغانستان از معلولیت رنج میبرند. این وزارت همچنان گفته که در 6 ماه پسین بیش از 320 هزار تن از معلولان حقوق ماهانه و کمک های نقدی فراهم کرده است. بر بنیاد گفته های وزارت شهیدان و معلولان، نزدیک به 100 هزار فرد سالم که در حکومت پیشین از سهمیه معلولان بهره می گرفتند، پس از بررسی های این وزارت خط خوردند. گزارش از ایمل سیار. سوم دسامبر برابر با روز جهانی افراد دارای معلولیت. افغانستان که 14 جنگ را پشت سر گذاشته، با موجی از افراد دارای معلولیت روبرو است. وزارت شهیدان و معلولان میگوید در بررسی که از سوی این وزارت انجام شده، بیش از 500 هزار تن در افغانستان از معلولیت رنج میبرند. پر لومړی قدم کې د مرکز په شمول په ټولو ولایتونو کې د سختې نام پروسه شروع کړه، چې تر دې دمه موږ شاوخوا 15 لکه یتیمان، معلولین او کونډې لرو. این وزارت همچنان گفته که پس از پایان بررسی ها، در 6 ماه پسین به بیش از 320 هزار تن از معلولان حقوق ماهانه و کمک نقدی فراهم کرده است. د یتیمانو او معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته په کتو سره، دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو میاشتنۍ نقدي مرستو او مساعدتونو لړۍ هم شروع کړه، چې تر دې دمه 3,00,000 څخه زیات د روان کال د شپږو میاشتو میاشتنۍ نقدي مرستې، مساعدتونه او ځینو نورو بیا د فوره کال دغه میاشتنۍ نقدي مرستې ترلاسه کړې دي. بر بنیاد گفته های این وزارت، روند توزیع زمین به خانواده های شهیدان و معلولان در غزنی همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک این روند در کابل و دیگر ولایت ها نیز آغاز خواهد شد. این وزارت همچنان از پیگیری روند بایومتریک شدن معلولان در کابل و 10 ولایت دیگر خبر داده و گفته که به منظور جلوگیری از فساد، سیستم دیتابیس را نیز ایجاد کردند. بر بنیاد گفته های وزارت شهیدان و معلولان، نزدیک به 100 هزار فرد سالم که در حکومت پیشین از سهمیه معلولان بهره می گرفتند، پس از بررسی های این وزارت خط خوردند.